سرخط خبرها. رئیس جمهوری تایوان: قبلا هم به مسافه چین رفتیم و آن اراده برای دفاع پابرجاست. تصاویر تکتیراندازان روسیه و چین در ایران. جمع‌آوری بیش از 300 سند محرمانه از خانه ترامپ. و هند ایران را غافلگیر کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهوری تایوان: قبلا هم به مسافه چین رفتیم و آن اراده برای دفاع پابرجاست. رئیس جمهوری تایوان امروز شنبه در جمع گروهی از چهره‌های آکادمیک آمریکایی گفت: 6 دهه پیش که نیروهای ارتش چین جزایر تایوانی را بمباران کردند، ما به مقابله مؤثر پرداخت و آن از ما اراده برای دفاع از وطنمان تا به امروز ادامه دارد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، تنش‌ها میان تایوان و چین در یک ماه گذشته پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به تایپه افزایش یافته است. چین مانورهایی در نزدیکی تایوان ترتیب داد تا خشم خود را از آنچه که حمایت افزایش یافته ایالات متحده از این جزیره خودگردان می‌خواند ابراز کند. چین این جزیره را بخشی از قلمروی خود در نظر می‌گیرد. تسای اینگ وین، رئیس جمهوری تایوان، در دیدار با هیئتی از مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد در دفترش به حملات چند ماهه چین در اوت 1958 به جزایر تحت کنترل تایوان شامل کینمن و ماتسو اشاره کرد که در نزدیکترین فاصله به ساحل سرزمین اصلی چین قرار دارند. رئیس جمهوری تایوان با اشاره به این درگیری که طی آن چین نتوانست جزایر مذکور را به کنترل خود درآورد گفت: 64 سال پیش در نبرد 23 اوت سربازان و غیر نظامیان ما با همبستگی عمل کردند و از تایوان محافظت کردند، به طوری که ما امروز این تایوان دموکراتیک را داریم. تصاویر تکتیراندازان روسیه و چین در ایران. مسابقات تکتیراندازی نظامی 2022 بخشی از سری مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه است که برای نخستین مرتبه به میزبانی نیروی زمینی سپاه در ایران برگزار می‌شود. مسابقات بین‌المللی تکتیراندازی 2022 ویژه نظامیان با حضور تیم‌های شرکت کننده افتتاح و از روز گذشته به صورت عملیاتی آغاز شد. مسابقات تکتیراندازی نظامی 2022 بخشی از سری مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه است که برای نخستین مرتبه به میزبانی نیروی زمینی سپاه در ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات دو تیم از نیروی زمینی سپاه و تیم‌هایی از کشورهای روسیه، بلاروس، زیمبابوه، چین و ازبکستان در 22 آیتم و به مدت 10 روز به رقابت خواهند پرداخت. جمع‌آوری بیش از 300 سند محرمانه از خانه ترامپ. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از نشریه آمریکایی نیویورک تایمز، دولت این کشور بیش از 300 سند با مهر محرمانه را از خانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، از جمله اسنادی از سازمان سیا، FBI و آژانس‌های امنیتی در سراسر کشور کشف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از این نشریه نوشت: اولین دسته از بیش از 150 سند طبقه بندی شده در ماه ژانویه توسط سرویس آرشیو ملی جمع‌آوری شد. پیش از آنکه مشاوران دونالد ترامپ در ماه ژوئن دومین دسته از اسناد را به وزارت دادگستری تحویل دهند. به گزارش نیویورک تایمز، سرانجام سومین بسته اسناد در جریان بازرسی این ماه از خانه رئیس جمهور سابق در مارالاگو، فلوریدا، کشف و ضبط شد. وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص اظهار نظری نکرده است. نمایندگان دونالد ترامپ به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. هند ایران را غافلگیر کرد. به گزارش زنهار، ساربانندا سونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهای هند با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیدار و در مورد تقویت روابط دو جانبه بحث و گفتگو کردند. مخبر تصریح کرد توسعه بندر چابهار سبب افزایش حجم مبادلات و انتقال محموله ها می شود. در این حال سونوال بر اهمیت همکاری هر دو طرف در گام هایی که قرار است بندر چابهار را به ابزاری برای رشد تجارت در منطقه تبدیل کند تاکید کرد. از زمانی که شرکت ایندیانا پورتس گلوبال پرایویت فعالیت بندر شهید بهشتی را بر عهده گرفت، بیش از 4.8 میلیون تن محموله فله را جابجا کرده است.